چرا غرب مقدسات اسلام را نشانه گرفته است؟ مقابله غرب با اسلام از زمان مواجهه آن با این دین آغاز شد و در پی جنگ های صلیبی و استعمار ملل مسلمان این جریان شدیدتر شد. سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای نکس مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. امروزه جهانیان شاهد رشد اسلامگرایی از یک سو و اسلام ستیزی از سوی دیگر در جوامع غربی از جمله اروپا و امریکا هستند. کشورهای غربی و جوامعی که بزرگترین و گسترده‌ترین رسانه‌های جمعی را در اختیار دارند و با تمام توان زندگی دنیوی و گرایش به لذات و مادیات و انسان محوری را اشاعه می‌دهند. پس از پیدایش پدیده انقلاب اسلامی، اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی به ویژه در اروپا و آمریکا در پرتوی آن بیدارتر و عزتمندتر شدند و زمینه شناخت افراد و اشخاص غیر مسلمان به دین اسلام را نیز فراهم آمد. همکنون مسلمانان به مسلمان بودن خود افتخار می‌کنند و از ابراز آن نمی‌هراسند. علی‌رغم اینکه اسلام هراسی در غرب توسط دولت‌ها و نهادها و رسانه‌های وابسته به صهیونیسم جهانی تبلیغ و تشدید می‌شود، مسلمانان مقیم کشورهای اروپا و آمریکا از مبانی اعتقادی و سیاسی و فرهنگی خود دفاع می‌کنند. مسلمانان با احداث و ایجاد مراکز فرهنگی و دینی، مدارس اسلامی، مساجد، فروشگاه‌های مواد غذایی مانند گوشت ذبح شده و نیز با پوشش حجاب اسلامی و برپایی نماز جماعت حضورشان را اعلام می‌کنند و از تبلیغات ضد دینی و تهمت‌های ناروا مانند تروریسم بودن منفعل نمی‌شوند. رسانه‌ها و بنگاه‌ها، مؤسسات و اشخاص در غرب با ساخت فیلم‌های ضد دینی و اسلامی، توهین به مقدسات، چاپ کتاب و کاریکاتور و پاره کردن کتاب مقدس قرآن، هدفی به جز تضعیف و تخریب چهره اسلام و مسلمانان در نزد سایر ملل غیر اسلامی ندارند تا بدین وسیله در راستای تحقق اهداف شوم صهیونیسم خدمت کنند و سبب جلوگیری از گرایش مردم جامعه خود به دین اسلام شوند. اعمالی از این نوع نه تنها مانع رشد اسلامگرایی و به انزوا کشاندن مسلمانان نشده، بلکه زمینه تحقیق در خصوص دین اسلام را برای نخبگان و حتی مردم عادی آن جوامع فراهم کرده است و به دنبال آن دینگرایی و بیداری دینی را در بین سایر ادیان الهی زنده و تشدید کرده است. هم اکنون بیشتر حراس و نگرانی دشمنان دین اسلام از اسلام سیاسی از نوشی آن است. به همین منظور به تعدادی از اهداف شوم اسلام ستیزان در غرب اشاره می شود. 1. کمک به اهداف صهیونیست ها به منظور مقابله با اسلام انقلابی. 2. جلوگیری از بیداری و آگاهی نسبت به اسلام شیعی در جوامع غربی. 3. به انزوا کشاندن مسلمانان و تخریب چهره آنان نزد دیگر ملیت ها. 4. جلوگیری از گرایش به دین و اسلام آوردن افراد و اشخاص در جوامع دیگر. 5. ایجاد محدودیت ها برای مسلمانان مقیم کشورهای غربی و بهانه های مختلف از جمله موضوع حجاب بانوان. 6. به کارگیری واژه هایی مانند تروریسم و نسبت دادن آن به مسلمانان. 7. تبلیغ دروغین و توهین به مقدسات مسلمانان با وسیله رسانه‌ها و اشخاص مغرض و بیدین. 8. ایجاد اختلاف بین مذاهب اسلامی به منظور عدم اتحاد و همبستگی آنان. 9. ترور و کشتن شخصیت‌های دینی و اسلامی از سوی مزدوران غربی به بهانه تبلیغ دین و مسلمان بودن. 10. حمایت از گروه‌ها و رسانه‌ها و مؤسسات وابسته به مراکز قدرتی غربی و تحت فشار قرار دادن و محدودیت و نیز محروم ساختن مسلمانان در جامعه غربی با هدف به انزوا کشاندن و یا مهاجرت آنان به سایر کشورها و سرزمین‌ها از اهداف عمده آنان است.
آنچه که در حال حاضر حائز اهمیت است، در طول تاریخ بشریت اندیشه و اعتقادات از نوع الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که هرگز انسان‌های سلطه‌گر و زیاده‌خواه با زور نتوانستند آن را از بین ببرند، زیرا عقاید و ادیان الهی از بین رفتنی نیست. شاید در مقطعی از زمان و تاریخ کم رنگ و گرد و غبار گرفته شده باشد، اما سرانجام مانند خورشید تابناک خواهد درخشید. امواج جدید اسلام ستیزی حاکی از آن است که دولت‌ها و رسانه‌های غربی گسترش بیداری اسلامی و گرایش به اسلام را تاب نمی‌آورند و با تبلیغات نادرست می‌کوشند چهره اسلام را در جهان تیره و تار نشان دهند. البته مقابله غرب با اسلام از زمان مواجهه آن با دین اسلام آغاز شده است و در پی جنگ‌های صلیبی و استعمار ملل مسلمان این جریان شدیدتر شده است، اما از چند دهه قبل روند اسلام هراسی در غرب شتاب بیشتری یافته و روش‌های تبلیغی جدیدی برای مبارزه با اعتقادات مسلمانان در پیش گرفته شده است. سعی صدر و تحمل عقاید دیگران از صفات پسندیده‌ای است که اسلام نیز بر آن تاکید دارد، چرا که اسلام دین منطق، گفتگو و استدلال است. البته دنیای غرب نیز با شعار لزوم تسامح و تنوع آرا در جامعه تحمل عقاید دیگران را تبلیغ می‌کند، اما هنگامی که نوبت به عمل به این شعار به ویژه در مورد مسلمانان می‌رسد به گونه دیگری رفتار می‌کنند. بله، این بود ویدیوی امروز من. برای ویدیوهای بیشتر نیکس مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوید، و برای حمایت از ما کافی است ویدیوی ما را لایک و شیر کنید. نظریات زیبایتان را هم می توانید در بخش کامنت بنویسید. خدا نگهدار شما.